الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القدر استادانو محترم ملی بانگوارو گران باسرینو یا گران باجورینو محترم استازو راغب و معزز و ملمنو خمن گورونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نوی کال مبارک شد سال نو شما مبارک قدر روز شما نوروز نوروز شما پیروز هزار گرامی محفل امروز ما به خاطر تجدید شایسته و گرامی داشت از نوروز باستان و سال نو 1396 کوشیدی ترتیب گردیده در پهلوی استقبال شایسته از بهار پرتلاوت و خداحافظی از سال گذشته و زمستان آن در افغانستان می خواهیم به سلسله قدردانی از استادان و محصلین دانشمند و ممتاز افغان در کشور مالزیا از دو تن شخصیت های علمی و قابل افتخار همراه با محصلینی که CGPA دو سمستر نامه ها 3.5 بالاتر باشد با تفیز روح تقدیر و تقدیر نامه ها قدردانی نمایی باشد. هموطنان گرامی، اجازه دهید تا با استفاده از فرصت تبریکات و تمنیات نیک جلال امام محترم محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور و جلال امام محترم دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را به مناسبت حلول سال نو خورشیدی 1396 و نوروز باستان به همه شما تقدیم نمایم و به این ترتیب صمیمانه‌ترین تبریکات خود و همکاران سفارتکارای افغانستان در مالزیا را حضور شما تقدیم داشته سال پر از سعادت و خوشبختی برای هر یک شما و سال پر از صلح و همدیگر پذیری و ختم جنگ را با ایرانی برای افغانستان عزیز از خداوند بی‌نیاز و مهربان آرزو نمایم. دوستان گرامی، از فضل خداوند امسال میله علنی گل سرخ در مزار شریف با بلند کردن جنده حضرت علی کرم الله وجهو و جنده صفی در کابل و مراسم نمودوزی در دیگر ولایات افغانستان در فضای صلح‌آمیز پر از شور و شعف فراوان هموطنان عزیز ما آغاز گردید. نوروز و عین سپهرنگ گرانبهای از نیاکان آریایی ما که از آن هزاران سال میگذرد و ما به میراث مانده است. از زمان آغاز نوروز به مثابه روز اول سال نو در زندگی ما ارزش تاریخی، فرهنگی و اقتصادی داشته است. کمین و کنون نیز از این اهمیت برخوردار می باشد. در افغانستان عزیز نوروز باستان و سال نو هجری شمسی طی 30 جشن بزرگ تجلیل می شود. جشن عنعنوی گل سرخ، جشن دهقان و نهاوشانی و جشن معارف. برای اولین بار نوروز به مثابه عنوان میراث فرهنگی و معنوی در سال 2009 میلادی از طرف یونسکو ثبت جهانی شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 21 مارس روز 21 مارس را با قدامت بیشتر از 30,000 سال در بیشتر از 12 کشور جهان جمعاً 300 میلیون نفران را جشن میگیرند در چارچوب ماده 49 تحت عنوان روز جهانی نوروز طبق قطعنامه 64253 و تصویب رسانه. حضار نهایت گرامی، با آمدن بهار پرتراوت و نوروز طبیعت زیبا دوباره زنده می شود و زمستان جای خود را به بهار و گل و شکوفه و باران می دهد. امیدوارم که به یاری خداوند مهربان در این بهار و نوروز کینه و عداوت دشمنی در افغانستان عزیز جای خود را به دوستی و محبت با برادری تبدیل نماید. شاعر چه خوب گفته است: نم نم باران درخت میوه را پربار کرد، خاک را سبزینه داد و دشت را گلزار کرد، وجد و لطف و نوبهاران شد نوید زندگی، جمله هم در خواب برد و خنده را بیدار کرد، رخت نوروزی چوبرتن کرد هر شاخ و گیا، سنبل نورس بویش مست را هوشیار کرد، وقت آن شد تازه بغض و دشمنی دوری کنیم، تازه چون شد روز ما این راه را هموار کرد، زین تحول کلبها نزدیک شد با دوستی، هم نوایی را فزود و کینه را دشوار کرد. مگر شاعر شناخته شده محترم صدیق کاهن چنین فرموده در مورد بهار وطن: لبید
سیدیان را جدیگی دی چمن بوی دی گزمخ و پسرلی و دی بدن بوی ما دی سیمیز را کرکیف و تخلاص چاپ و زلف گراوله دی وطن بوی قدرمان و عزیزین و افغان و حقیق و نکوال دی گلا رفیق و خبر تحقیقی مقاله که نکره دی چه دی نمی کار یعنی نوروز پا عرد فردوسی شهرنامی پا حواله در ویستا کتاب تبیر مرونه و اکراقه دی چه نوروز دی میلاد از سخفا دی آقایی بیر دی افسانوی شخصیت او پاشا یما جمشید لخوا نمره زل دی پار خبر که منظر شوید او امدار از سکر میره دی اما پاشا دی واقعنی پر نها خبر یا در اونی مختی که منظر کیده دی د پسرلي لومړۍ ورځې نوروز ته د فردوسي په تاریخي اثر شاهنامه کې داسې اشاره شوې ده چې وایي بر جمشید گوهر افشاندن بر آن روز را روز نو خواندن چنین جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن که سوان یادگار گزار نهایت محترم با فرارسیدن نوروز باستان و سال نو خورشیدی با لطف و مرحمت خداوند مهربان و با تلاش خستگی ناپذیر رهبران وحدت ملی و فداکاری و شهامت پای مسرح قهرمان ما مردم شریف افغانستان بیشتر از گذشته به تأمین امنیت و صلح صدقاسری امیدوار شدند لذا امکان پذیر است که با وحدت به یکپارچگی با همدیگر پذیری و گذشت و نیز با استفاده از دیپلماسی فعال و هدفمند بتوانیم راه بیرون رفت از مشکلات جنگ و بدبختی را دریابیم مولانا بلخ جلال الدین محمد بلخی چه خوب گفته است هر که گوید او منم او من نشد خوشه او لایق خرمن نشد من نشو از من بشو تا من شوی خوشه شو تا لایق خرمن شوی و همین معنا به زبان پشتو نیست با مفهوم گفته شده که تا ویل چه زم او ما ویل چه زم نبتی نبزم که تا ویل چه تی اما ویل چه تی هم به تی هم به زم همچنان شاعر گفته است دبل لمسون دی چه انسان وژنو گچو دبل لمون خپل ځان وژنو من د پوهانو ته هیڅ نه ښکاري پیسو لپاره عالمان وژنو ولې به موږ در په در نیو د خپله لاسه عزیزان وژنو چه مشتویي ګوګه هم دا کوو نسیمه ګوره خپل جانان وژنو وزاد نهایت محترم اجازه دهید به نمایندگی همه شما اولا از تدوین کنندگان پروگرام و تحقیل آن از همکاران محترمی که در اجرا و سازماندهی پروگرام فعالیت داشته و همکاری نمودهاند یادآوری نمایم در بخش تدوین پروگرام از محترم حاجی سید عبدالواحد مومن رئیس مومن آل اندستری در قدم اول تشکری میکنیم همچنان محترم رامین سادات رئیس شرکت رامین سادات محترم حاجی سید عبدالرحمت خان رئیس شرکت صرافی نچرل ریسورس SDN محترم زایر جان امیدکو همکار گرامی ما و محترم پروفیسور سید کمالی که لطف نموده سفارتشان را در تنظیم این پروگرام مساعدت مالی کردن ابراز سپاس و قدردانی میکنن یک لطف کنیم برشان یک خفت کنیم از گویندگان پروگرام محترمین تحت آغاز صافی در بخش پشتو حیدر صالح در بخش دری و وسط نیما عاطفمند در بخش انگلیسی که معذرت هستند تشکری میکنم امیدوار است این پروگرام تا آخر موفقانه رهبری بکنید از محترمان علمجان یوسفی که معتل ما را با قرائت آیات چند از کلام الله مجید بر نور و بر برکت ساختند جهان سپاس و تشکری محترم زکریا فاضل رئیس کمیته مسیحیان کنتون بیرونی اسلامی مالیجا و همه اعضای محترم کمیتهشان که به خاطر همکاری و اشتراک فعالشان در پروگرام کمک کردند یک جهان سپاس و همچنان همکارا و مسیحیان که در پروگرام فرنگی چوبازی وطن ملی سهم میگیرند از اونا هم یک جهان سپاس از هنرمند خوب و با احساس خود که در پیشگل پروگرام های سفارت همیشه از خود آمادگی نشان دادن محترم عبدالحمید اختری که یک جهان سپاس و تشکری می‌کنم. همچنان
جان همکار جان که به برادرشان تشریف نورده بودن در قسمت تبلیغ کاری میکنه محترم این کوچی است که جهان سپاس تنک برای من کاری همین ترتیب از گروه سرود نامید افغان کمیونیتی که نمایش بیرق ترانه های میهنی را و اتن ملی را اجرا خواهد کردن پیش از پیش تشکری میکنم با محقت اسلامان مطالب در اخیر از همه همکاران سفارت با کار خستگی ناپذیرشان این پروگرام را موفق ساختن جهان سپاس و تشکری میکنم And I think one of the guest students are here with us. He will sing in an Afghan song for us, Mr. Mustafa Gul. و بالاخره سال با حرکت علم و دانش بالای جهل و نادانی با خواندن این سوره زیبا صحبت‌های خود را اختتام می‌بخشم. برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. Professor Dr. Muhammad Hashim Kamali, founding chairman and CEO, International Institute of Advanced Islamic Studies, Malaysia. Honorable Datuk Mira Jalila Baba, President, Malaysian International Chamber of Commerce and Industry. Honorable Datuk Haji Azman Shah Umar Shah, Director of DSPN, DGN, DGK. Honorable professors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy Nowruz to all of you. On behalf of the Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in Kuala Lumpur, it is a great privilege and honor to warmly welcome you all for joining us in celebrating Nowruz and New Year 1396. Nowruz is an ancient and old celebration in Afghanistan and the region. This beautiful heritage gives us a golden example of how rich our culture and traditions are. The United Nations General Assembly, by adopting a resolution on March 10, 2010, recognized the 21st of March as the International Day of Nowruz, and on that day, the Secretary General stated of UN General Assembly that Nowruz reminds us of the values and aspirations we all share for peace through tolerance, respect, and mutual understanding. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to thank the sponsors and volunteer students for their active participation, and a special thank to the Ministry of Culture and Tourism of Malaysia and their staff and director, and their kind support that make it possible for us to have this event in this beautiful hall tonight. Once again, I would like to express my deepest appreciation for the presence of each one of you tonight with us. Wish you a good evening and wish you all the best. Thank you very much.